به خودم قول دادم در هر حالتی ورزشم رو انجام بدم. امروزم موفق شدم. سلام، من نیوشو هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. میخوام براتون تعریف کنم امروز از صبح چه اتفاقایی افتاد. صبح خیلی سر ساعت، من حدودا 9:30 بود، بیدار شدم از خواب. بعد گفتم خب ساعت خوبیه، مسافر از خواب بیدار کنم، امروز زود بره سر کار. از این خانومه اینجا اومده، حالا من دارم در پنجره صحبت میکنم، اومده پایین خونه ما نشسته داره با تلفن صحبت میکنه. خانوم بابا برو دم خونه خودتون بازی کن. فارسی هم که نمیفهم، هرچی دلم میخواد میگم. ظاهرن رفت خانومه، اومده بود اینجا در پنجره ما سیگارشو بکشه بره. خلاصه صبح بلند شدم از خواب، ساعت 9:30 اینا بود، گفتم که خب ساعت خوبیه، مسافرم بیدار کنم، قشنگ امروز صبح یه مقدار زودتر بفرستمش سر کار که از اون طرفم مثلا زودتر برگرده خونه دیگه. قاعدتا هر چقدر زودتر برن از اون برم زودتر کارو تموم میکنن و میان خونه. هرچند که این سریالی که الان مصطفی اینو کار میکنن تمومی نداره، چون از این سریالای روزانه است که دائم داره فیلم برداری میشه هر روز و هر لحظه باید اینا ادیت کنن، یعنی تمومی نداره. هفتگی نیست که بگیم خیلی خوب امروز مثلا تموم شد برای فردا رو حالا برن انجام بدن، نه اینطوری نیست. تموم نمیشه آقا، تموم نمیشه، برای همین اینا هم خیلی آسیان. خلاصه ساعت 9:30 بود، به مصطفی گفتم که خب بیدار شو صبونه بخور اینا. گفتم یه صبونه متفاوت هم براش درست کنم، پنکیک درست کردم، میز چیدم. البته من همیشه براش صبونه میذارم، ولی این سری مثلا پنکیک هم درست کردم و اینا. بعد اومد پنکیک رو شروع کرد خوردن و گفتم آره صبونت رو بخور، برو زودتر کارتو انجام بده، یه تعداد بیشتر، قسمت‌های بیشتری کار کنین و از این حرفا زدم. بعد مصطفی هی داره طول میده، یعنی نسبت به روزای معمولی که بیشتر، یعنی زودتر میره سر کار، هی داره طول میده و نمیره. من گفتم حالا گیر ندم دیگه، یک دو بار گفتم کار ندارین، مثلا تعطیلین، نکنه تعطیلین، اگه تعطیلین بگو خب منم برنامه‌مو عوض کنم، اگه برنامه دیگه ای مثلا تو داری منم برنامه دیگه ای بزنم. دیدم نه، این آقا همجور خوابیده، رفته دوشش هم گرفته خوابیده رو تخت، از جاش تکون نمیخوره. واسه خودم من کارامو کردم، ادیتمو کردم از این کارا. بعد اومدم به مصطفی گفتم خب ساعت 1:30 نمیخوای بری؟ بعد گفت میدونی چیه، من میخواستم برم، میخواستم زودتر برم، ولی چون تو گفتی که برو سر کار، من گفتم که لج کنم نرم. من اینجوری شدم، مگه داریم؟ چرا باید با من لج کنی به خاطر سر کار رفتنت؟ بعد مگه من اصرار کردم که تو بری سر کار؟ بعد اینجا فهمیدم که آقایون احتمالاً یه مورد روانی ویژه‌ای دارن، یا حداقل همسر بنده داره، شما رو نمیدونم آقایون، ولی اصلا من موندم. خب چرا من که دارم به تو الان کمک میکنم، مثلا تو زودتر با انرژی با حال خوب بری سر کار، چرا باید با من لج کنی؟ بعد چرا انقدر صادقانه سعی 1:30 بعد از اون نشستی اینو به من طوری توضیح میدی؟ بعد مگه من تو رو مجبورت کردم که کار کنی؟ اصلا یه وضعی نگم. و بهش گفتم دیوونه، خب منم دلم نمیخواد تو کار کنی، منم دوست دارم تو بشینی تو خونه با همدیگه زمان بگذرونیم، کلی مثلا کیفایش کنیم. بعدم من الان اومدم توی کشور خارجیم، بعد زندگیم عوض شده اینجا، مثلا من الان نمیتونم کار کنم، کار خودم رو نمیتونم ادامه بدم، یعنی منم دلم میخواد که اینجا حرکت کنم، برای همین اصلا این یوتیوب رو انداختم که یه کاری داشته باشم. میدونین چی میگم؟ 3 ساعت اینا رو براش توضیح دادم و گفت میدونم ولی نمیدونم چرا من با تو لج کردم. گفتم خب نداره، لج کردی دیگه، حالا میری سر کار، بی زحمت برو سر کار دیگه. هیچی، نشسته بود هر کرکر میخندید به خودش که با من لج کرده و ساعت 1:30 تونتون لباس پوشید و رفت سر کار. من نفهمیدم این مدل مشکل روحی روانی از کجا نشأت میگیره، ولی خیلی جالب بود برام. حالا سلام، مصطفی رفته سر کار، یه ساعت و نیمی گذشته، منم کارامو کردم و الان میخوام غذا درست کنم.
که غذا بمونه برای شب، اگه مصطفی زود اومد غذا داشته باشه، وگرنه خودم که رژیمم هر چیزی رو نمیخورم. الان میخوام چیکن استروگانوف درست کنم و سعی کنم خودم نخورم، ولی شاید یه کوچولو انقدر بخورم چون نمیشه بعضی وقتا واقعا آدم نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. خب منم دلم میخواد رژیم نگیرم ولی مجبورم بگیرم. خب خبر خوب اینه که با رژیمی که گرفتم حدودا الان 1.5 کیلو کم کردم. رژیم که نه، با کمخوری و سالمخوری که کردم، البته نون و برنج از دیروز یه تیکه نون خوردم، یعنی مثلا صبحم یه تیکه پنکیک خوردم. خلاصه که اینم از ماجرای امروز ما. بریم ببینیم چیکن استروگانوف و من چطوری درست میکنم. با من همراه باشید. مرسی که کنارمی، مرسی که اگه منو سابسکرایب ندارین همین الان سابسکرایب میکنید. لایک کامنت یادتون نره. دوستتون دارم خیلی زیاد، دوست دارم خیلی زیاد. بله، پیازو خورد میکنیم دیگه. من تایم پیاز خورد کردن رو ویدیو نگرفتم. پیازو خورد میکنیم، میریم میریزیم سرخ بشه. روغن رو ریختیم، منتظریم داغ بشه. داغ شد، این میریزیم. اضافه کردیم به پیاز رو، یه ذرم زردچوبه زدیم، تفت میدیم تا جایی که مرغا دو طرفش سفید بشه. قارچمون فریزری بود، من دیروز ریز کرده بودم، تو فریزر گذاشته بودم. حالا قارچ هم اضافه میکنیم و تفت میدیم. ترجیحاً زیرش رو زیاد میکنیم که قارچه خیلی آب نده. الان میذارم اینو رو نو، دیگه آخریشه. سرخ بشه. غذا راحتیه، خیلی هم خوشمزه است. معمولاً همه دوست دارن این غذا رو. یه کوچولو هم من اینجا نمک با این اضافه میکنم، یه کوچولو هم فلفل و یه همه کوچولو چنگالم کو. خب اینو میذاریم که سرخ بشه. البته آب داده، این آبا باید خوش بشه و سرخ بشه. منتظر میمونیم. بله، همونطور که میبینین الان هم مرغاش پخت، هم قارچاش پخته، ولی یه ذره دیگه ترجیحاً من میذارم که تف بخوره تا بعد خامه رو اضافه کنم. مرغا پخته میبینیم، میام خامه رو اضافه میکنیم. ای اینم از خاممون، چون باید توی تایمی توی این سس خامه‌ای بمونه که طعمشو بگیره. ما میام یه مقداری هم یه کوچولو بهش شیر اضافه میکنیم. یه کوچولو دیگه هم خامه اضافه میکنیم. تموم. من تقریبا نصف خامه رو ریختم، از نصف کمتر، البته یه کوچولو از نصف کمتر.
اینو میذاریم روی گاز همینجوری بمونه و عطر و طعم خامه بره تو خورد این قارچ و مرغ. بعد که این آبش خوش میشه یه مقدار، البته همچنان خامه سس، یعنی حالت سس رو داره دیگه، اون طرف هم سیب زمینی سرخ میکنیم و اینو تو بشقاب یه مقداری از این مایه میریزیم و کنارش هم سیب زمینی سرخ کرده میذاریم. من هنوز سیب زمینی رو سرخ نکردم که اونم باید انجام بدم. من ترجیح میدم این بپزه بعد سیب زمینی رو شروع کنم. الان به یه غلظتی رسید که دیگه به نظر من مثلا خوبشه، میتونیم خاموش کنیم، چون یه مقدار اینجوری آب این مدلی رو داره، خودش خیلی با سیب زمینی که قاطی میشه خیلی باحال میشه. به نظرم این الان پخت و ما میذاریمش یه گوشه. سیب زمینی رو هم ریختیم سرخ بشه. سیب زمینی همون هم سرخ کردیم، آماده گذاشتیم. مصطفی این غذا رو خیلی دوست داره و فکر میکنم که حالا برای کسی که اینقدر ایرادگیره و هر غذایی رو نمیخوره، یکی از غذاهای مورد علاقش این باشه، به نظرم خوبه، چون که خب سختم نیست، راحته و خدا رو شکر که دوست داره. هیچی نمیخوره آخه، هیچی نمیخوره، یعنی نه غذای خودشون هم نمیخوره، غذای ایرانی که اصلا حرفشون نزن، ولی مثلا غذای خودشون هم اصلا نمیخوره، فقط یه گوشتی مرغی چیزی مثلا ساده با چیزی قاطی نشده باشه اونجوری میخوره. نمیدونم، مثلا لب لوبیا نمیزنه، لب اسفناج نمیزنه. اینم این مدلیه دیگه، اینم شانس مایه. من نتونستم خودم رو نگه دارم، برای خودم از این غذای ناب ریختم یه کوچولو که بخورم، چون زنگ در زدن رفتم آشغالو تحویل دادم اومدم. حالا آره غذای خوشمزه ایه. بعد من قد الان هیجان دارم، واقعا دیگه حال نداشتم برم برای خودم هم حالا غذا نمیدونم تخم مرغ آب پز کنم، سالاد درست کنم، فعلا علل حساب یه کوچولو از این بخورم تا عصری نگهم میداره دیگه. عصری حالا یه فکری میکنم. اینم غذای منه. بفرمین. رفتم ظرفا رو بذارم تو این ماشین ظرفشوییه، همچین بوی ماهی میده که نگم براتون. هرچی هم میذارم مثلا میشوره و اینا بوه نمیره، نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. میگم با دست بشوریم بهتره، منطقی تره. نمیدونم باید حالا الان توش از این جیف میگن اینجا، از این ایران چی میگفتن؟ سیف. اینا میگن جیف، اونجا میگن سیف فکر کنم. از اینا که تمیز میکنه دیگه، از اینا ریختم خالی خالی بشوره ببینم جواب میگیرم. هفته پیش زدم خالی خالی شست. بعد دو بار شستن دوباره باید بزنم خالی خالی بشوره، چون که با یه ماهی بعدی میده شت. و ادامه روزو اینجوری در رخت خواب بگذرونید، لاک بزنید. آقا من لاکامو بعد یه دور دیگه تمدید کنم. مسئله اینه که دیشب این لاکا رو زدم ولی اونجوری که باید میزدم نزدم. بنابراین تمدید میکنیم. فردا 5:30 صبح باید از خواب بیدار شم. دارم خودم رو برای اون آماده میکنم. 5:30 باید بیدار شم. 6 از در برم بیرون که 7 به اون اداره برسم. اداره ساعت 8:30 باز میکنه، ولی گفته که شما باید زودتر بیاین که نوبت بهتون بدم، جز نفرات اول باشیم. منم از اونجا که باید این کارم حتما فردا انجام شه، خبر آمد، خبرهای خوب در راه هست، منتظر باشین، خبرهای خوب براتون دارم انشاءالله. البته بعد فردا باید برم این کاره رو حتما انجام بدم که خیالم از این بابت راحت بشه. بعد دیگه خیالم راحت میشه. بعد که خیالم راحت شد به ادامه زندگی میپردازم. فعلا هیچ چیزی رو نمیتونم قطعی راجبش صحبت کنم.
بنابراین سعی میکنم صحبت نکنم. هر موقع همه چیز قطعی شد بهتون اطلاع میدم. امیدوارم که بتونم سورپرایزتون کنم. و رنگ زرد رو هم بزنیم و بذاریم خوش بشه. دیشب که لاک زدم، من معمولا 3 دور اینا رو میزنم، 2 دور زدم، الان 3 دورشو زدم که کرمم بخوابه. و موهامو دقت کردین؟ موهامو دیدین؟ آبی بهم میاد، موهام آبی شده قشنگ. من دارم تو این آینه خودم رو نگاه میکنم. این فستیوال رنگه که رفتیم به سر من رنگ خورده، هرچی هم با شامپو میشورم نمیره که نمیره. از روی لباس و اینا رفت ولی از روی موهای من نرفت. بعد موهای من چون رنگش سفید بوده، بی رنگ بوده، رنگ گرفته. مثلا دوستان ماشون مشکی بوده یا تیره بوده، رنگی نگرفته. خلاصه که آبی هم بهم میاد ولی ست اتاقم شدم. اینا رو میذارم اینجا، لاکم خوش بشه. کتابی که هم اکنون در دست دارم 4 میثاقه که قبلنم خوندم و اینو با خودم آورده بودم ترکیه و کتاب خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنم، به شدت پیشنهاد میکنم بخونیدش، خیلی خوبه. بنابراین من میرم کتابمو بخونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی. بچه بودیم کارتونا میگفت شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. ولی من اینو نمیگم، من میگم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. مرسی که با من هستی، خیلی دوستتون دارم. بای بای.